سلام در این درس میخوایم با هم دیگه یاد بگیریم چطوری میتونیم به آلمانی بگیم که نگرانت هستم یا نگرانتم جمله است که در زندگی روزمره خیلی به کار میاد و ترکیبی از زیش زاغن ماخن هستش در اینجا دقت کنید که زاغن بزرگ نوشته میشه و فعلش هم رفلکسیو هستش ما فعلای رفلکسیو رو با هم دیگه در قالب درس مختلف کار کردیم دوستان عزیز فراموش نکنید که ویدیوهای ما رو هم میتونید حتی ویدیوهای قدیمی که پیدا کردنش برای بعضی دوستان مشکل هست رو میتونید از کانال تلگرام دوچ پزیش تیوی که آدرسش هست دپ TV آینس در تلگرام مشاهده بکنید خب میریم سراغ درسمون زیش زورگن مخن من میخوام بگم که من نگرانتم من نگرانتم میشه ایش مخ میا زورگن اوم دیش ایش مخ میا زورگن اوم دیش حرف ربطی که داره پریپوزیسیونش اوم هستش و بعدش هم آکوزاتیو میاد زمیر آکوزاتیو حالت رفلکسیوش هم با داتیو میاد پس چی شد دوستان پریپوزیسیونش اوم هست بعد از اوم آکوزاتیو میاد و رفلکسیوش هم با داتیو ایش میاد میا زوگن اوم دیش خب یعنی من نگرانتم میتونم بگم که اون خانوم نگران بچه هاشه. چی میشه؟ زی macht زیش sorgen um ihre Kinder. زی ماخت زیش sorgen اوم ایغه کیندا یعنی اون خانوم نگران بچه هاشه. زمان پرزنس و حال هستش زواغن هم بزرگ نوشته میشه و جمع زورگه هستش زورگن پلوغال هست و جمع زورگه هستش زورگه زینگولارشه خب حالا حالت گذشتشی به فرض دوستتون دیر اومده یا حالا یکی دیر اومده و شما میخواید بگید که به فرض کجا بودی من واقعا نگرانت شدم ایش گفت واباس دو ایش ها به میا وکلش زاگن گمخت ایش ها به میا وکلش زاگن گمخت وکلش یعنی واقعا خب میتونید بدونونم بگید اشب می زرگن gemacht و وسط تو اششب می زرگن gemacht یعنی نگرانت شدم. حالا به کسی میخوام بگم محترمانه که اصلا نگران نباشید نگران هیچ چیزی نباشید. مخن زیزیش keine زرگ مخن زیزیش محترمانه هست یعنی نگران هیچ چیزی نباشید. و یا میشه خلاصش رو گفت keine زرگ keine یعنی نگران نباید نگران چیزی نباشید. هم به کسی که دوستتون هست میتونید بگید و هم به غریبه کاین زوگه در جمله بعد میگم ich habe keine zoghe. یعنی من نگرانی ندارم "داس ا das examen besteht ich habe keine داس das داس das examen besteht من هیچ نگرانی ندارم که اون امتحان رو قبول میشه یعنی اینکه من مطمئنم که اون امتحان قبول میشه رو همین حساب هیچ نگرانی ندارم نگران هیچ چیزی نیستم ich habe keine sorge dass er das examen besteht examen به معنی امتحان هست میشم به جاش گفت پروفونگ و بشتت هم از فعل بشتین هست به معنای قبول شدن دی پروفونگ بشتین. دست examen bestehen که برای ا er صرف میشه میشه بشتت جمله بعد میگم که اون به من گو اون به من میگه که من نمیخواد نگران چیزی باشم er sagt mir ich soll mir keine sorgen machen er sagt mir ich soll keine sorgen machen یعنی اون به من میگه که من نباید نگران چیزی باشم یه معنی دیگه زورگن که البته اینجا دیگه با ماخن نمیاد معنی نگهداری کردن مراقبت کردن نگران بودن و همه اینا هستش میشه گفتش با رفلکسیو زیش زاگن هست میگم ازاکت زیش اوم دی هاید زینس کیندس ازاکت زیش اوم دی هاید زینس کیندس یعنی اون آقا نگرانه و یا اون آقا مراقبت میکنه مواظب سلامتی بچشه دی هاید یعنی سلامتی زینس کیندس هم گنتیوش هست برای داست که میشه زاینس است ما در درس گنتیو همه رو به سادگی توضیح دادیم دوستان دوستان که میخوان گنتیو رو خوب یاد بگیرن میتونن درس های که کانال دوش پزش تیوی رو هم حتما بگه نقب و مشاهده بکنن حالا شما نگران چه کسی هستید میتونید به عنوان تمرین در کامنت بنویسید حالا یا نگران کسی و یا نگران چیزی امیدوارم این درس در زندگی روزمره به کارتون بیاد و این درس رو دوست داشته باشین تا درس های بعد خدا نگهدارتون